اما اینجا یه پارک خیلی کوچیکیه کنار جاده میشن گورج در سان دیگو. اسم این نیمکت رو من گذاشتم نیمکت تنهایی. هیچ که اینجا نیست. بعضی از پیرزن ها سگاشون رو میرن اینجا کمی میجرخن و میرن. اما من میشینم و با تنهاییام حرف میزنم. با خاطراتم. با کسانی که دوستش داشتم. با چیزایی که دوست داشتم و الان پیشم نیست. امان من امروز به هر که زنگ زدم که کمکی بگیرم که بیان حدو من بشینن اقلا از دوری نگاه کنم ببینم من تو کار هستم یا نیستم هر کس بهانه داشت برای نیامدن و یا علاقه ای در اون نمیدید نفعی در اون نمیدید اما من هنوز به یاد تو هستم اون خاطرات خوش دوره جوانیمون بود سالهای 40 تا 50 وای چه قوقا می کردی من دیدم در مصاحبه‌ای که کرده بودی میخواستی به ته اون ترانه دنیا دو روزه وقتی میگن با آدم دنیا فقط میخواستی به ته این یه بند دیگه اضافه کنی که با عارف در میان گذاشتی عارف گفت نه و من همینو که داریم و سالها خوندیم خوبه و فلان اما تو توش یه نکته‌ای گفتی من الان که اینجا نشستم بیاد اون میفتم میفتی میخواستی اضافه کنید میتونم یه خودم مثل که عوض کرد آهنگ جدید و خیلی خودت معتقد بودی زیباست گفته بودی که یام چی و ندامت دیدار با عزیزان میفته به قیامت میشینیم کنج خونه میشینم کنج خونه هر ماه و سال و هفته خوابای خوش میبینم با خاطرات رفته من این خاطرات رفته رو با چند بخشی که دارم به صورت ویدیو به تنهایی اکثرا به تنهایی با دست خالی تهیه میکنم شاید درسی باشه برای جوانان و کسانی که باد غروری در سرشون هست در بهبهای شباب و به قول تو کپکشون خروس میخونه بدونن که روزهای پیری و درماندگی و بالاخره با کاروان رفتن باید رفت به اون سرا امروز هم شنیدم که تو بهش نقش داده بودی در فیلمات بازی میکرد ایرج قادری هم از گردونه خارج شد یادش گرامی باد پس من هم میرم همه میرن از ما فقط یک نام میمونه و من امروز با گفتن و یاد تو دل خوشم دارم به قول من رؤوس مطالب به رؤوس مطالبی که باید در مورد تو بگم تیکایی که باید یادم نره بگم روی 7-8 صفحه کاغذ نمیشن اینا هر خطش یه خاطر است یه موضوعه دارم فکر میکنم از کجا شروع کنم
اما یادم میاد یه روز اومدم دفترت بعد از سلام علیک و نشستن اینها یهو متوجه شدم یه چیزی رو هوا داره میره اینجوری و میاد این بر میره اون بر و تو یه نخی دستت بود از اون پشت تکون میدادی به من لبخند زدی و گفتی تماشا کن این چی بود؟ تو یه دونه مگس بزرگ با دست پا و شاخ بلند با فلزی درست کرده بودی بس دهنشو یه جوری لولا گذاشته بود که دهنش هم باز میشد اینجوری باز میشد اون زمان یه آهنگی بود تو از هر چیزی استفاده میکردی یه آهنگ قدیمی بود به نام کمال تارزن کمال تار زنم تار میزنم تار یه همچین مایه‌ای داشت تو با اون دید مخصوص که پرورش میدی یه چیزی رو از کاه کوه میسازی اینه کرده بودی سوژه این حشر هم رو حواس داره تکون میخوره داره میره میچرخونیش من شاخ سر بودم چیکار داری میکنی چی میگی با اون آهنگ کمال تارزن اینه خوندی که من اینجور یادداشت کردم از روش میخونم برای کسایی که نشنیدن یا قبلا شنیدن تجدید خاطره بشه ما با خاطره زنده ایم از زبان اون حشره اینجوری میخوندی توی هر خون من نیش میزنم نیش 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 به بیگانه و خیش نیش میزنم نیش 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 ز شیراز تا به کرمون تا به اهواز ز تهرون تا به تجریش میزنم نیش 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 اینه خوندی و بعد گفتی حشره یا بعدم تعریف کردی که این زرگ حشره میگه که حشره کشا دیگه به ما اثر نداره بعد این تبلیغ مربوط به یه حشره کش جدید بود حالا این حشره هم که داره میخونه و واسه خودش میگه این نیش میزنم و به ریش میزنم و به پا میزنم و فلان اینا یه امشی معمولی بهش میزنن که درش اثر نمیکنه من میگه دیگه این حشرکش ها در ما اثر نداره تا اینکه اون حشرکش که میخواستی تبلیغ کنی بهش میزنن قبل از رفتن میره میگه که بریم کمی خون آدمیزاد بندازیم بالا حشره همین که میخواد بیاد خون آدمیزاد بندازه بالا این حشرکش مخصوصی من اسمش یادم نیست چی هست وقتی تبلیغش درست کنی با اون بهش میزنن یه دونه که بهش امشی میزنن این با کله میخوره زمین میگه وای وای مردم وای مردم میفته خب ببینین اینو همه کس تا حالا کسی همچین چیزی نساخته بود و من الان که شاید 40 سال از اون موضوع گذشته یا 50 سال گذشته هنوز به خاطر دارم بعدم خب من میدیدم تو کارات موفق خوب خوشحالی به من میگفتی 10 برابر حقوق ارتش دارم در میادم و منم میدیدم راست میگه درست میگه وضعش خوبه بعد یه روز اومدم پلوت رفته بودم خونه پیش خودم یه طرحی برای کفش بلا ساخته بودم بدون کسی کسی به من بگه اینا آوردم پیش تو مطرح کنم ببینم تو نظر راجع به این کفش بلا چیه این آگهی حالا صبر کن من بیارمش اونو اما این کارم بذارم سرم آفتاب شدید شده
آره من اومدم دفتر، اسم دفترت هم بود سازمان تبلیغاتی دکوپاژ. اومدم گفتم امان من یه طرح تبلیغاتی دارم، بذار برات بخونم ببینم نظرت چیه. زود گفتی بخون ببینم چی. من گفتم این مرد بود، اون زمان یه مسابقه بود در رادیو ایران به نام 20 سوالی، مردم نامه می نوشتن انتخاب می شدن، بعد می اومدن در 20 تا سوالی که ازشون می کنن بسی پاسخ پیدا کنن با پرسش ها تا نزدیک بشن به اون تا بگن مثلا این دفتره یا کفشه هرچی. بعد گوینده رادیو به آدم سنگدلی بود، نظرت که کمک نمیکرد به سوالات. بالاخره من با اساس اون مسابقه 20 سوالی این طرح نوشته بودم، اما منم مثل تو یاد گرفته بودم که اینو بیام رنگیش کنم، ضربیش کنم، نه اینکه سکوت باشه و فکر کردن اینا. منم رنگیش کردم. یه خانم خوشگل لبنده نمیدونم به قول تو با پر اشوهی یه طرف واسه بود، یه آقای جدی هم که گوینده رسمی رادیوست این طرف استاده بودن، و این صحنه توی استودیو رادیو ایران مثلا که من رفته بودم اون پل چوبی، یه گوینده رادیو ارتش بود به نام آقای بشیر نژاد، اون یه استودیو صدا برداری درست کرده بود. ما گفتیم خب این رفیق آشنایی، بریم استودیو اون. سیاهی لشکرم جمع کردیم و فلان اینا، خلاصه رفتیم نشستیم و که انجامش بدیم. من حالا بذار خود داستان برات بگم. این مسابقه که من درست کرده بودم، این طرح تبلیغاتی به یه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید، اینه. خانم سوال میکنه با ناز و عشوه، اونم جواب میده. سوال من، خانم با صدای نازک، سوال من جانداره. آقای با صدای کلوپ، نه جاندار نیست. آقا اون از غذاهاست؟ نه غذا نیست. فقط مختص زنهاست؟ نه عمومیست. فتیله چراغ؟ نه چراغ نیست. انار سرخ باغ؟ نه تو باغ نیست. کلنگ بیل چنگ؟ نه اینا نیست. هونگ چوب سنگ؟ ده اینا چیست؟ یه خود سکوت برقرار میشه، و هر وقت اگه سکوت برقرار میشه هر 15 ثانیه یک به سوال ها اضافه میشد. اینجا گیر کرده خانم جوابی سوالی نمیتونه بکنه. آقا میگه سوالاتون 12 است، ببخشید حالا 13 است. زنه دستپاچه میشه میگه عجب این 13 نحسه، قفس تو سینه حبسه، یه خورده راه نمایی میشه بر من نمایی. یه چشمکم میزنه عشق میاد. گوینده مرد میگه خانم گوش کن چی میگم، بیشوخی جدی میگم، تمام اهل تهرون، زنای رشت و کرمون، خلاصه کل ایرون، همه اونو میخرن، همه اونو میبرن، یه جنسه، جنس اعلاست. خانم یه میگه ایوا این کفش بلاست. براوو کفش بلاست. ما اینو ساختم آوردیم پیش تو. یه نگاهی به من کردی و گفتی چه جوری تو این آگهی گرفتی؟ گفتم من آگهی نم که، من مثل تو دفتر اینا ندارم که. اینو تو خونه باز خودم ساختم. حالا میخوام بدم بهشون بگم یه همچیزی هست، میگم قبول میکنن؟ و اصلا تو میپسندی اینو؟ گفتی عالیه، خیلی خوبه و اینا، برو محکم حرف بزن، جدی بگو، اینقدر بگو کپی زیرو بردیم، کپی اول، اینقدر نمیدونم هر نسخه خواستن، اینقدر اینا به من تو یاد دادی. و ما رفتیم بازار رو گشتیم، صاحب بلا رو پیدا کردیم و دفترش و اینا، و به اونا تقریبا همین جوری که الان خوندم برای اونا هم خوندم. حالا لباس افسری هم تنمه، من اون موقع سرگرد بودم، تازه سرگرد شده بودم، سرگرد ارتش بودم.
خنده داره. اینا منو دیدن یه نظامی اومده اینجا یه کارهای عجیب غریب امانی داره میکنه. گفتن خب شما که دفتر و دستک و اینا نداری ما چجوری قبول کنیم؟ طرح میپسندیم خوبه ولی چجوری میخوای اجراش کنید؟ فیلم برداری نکردی، فلان نکردی، قبول شما چکار داری؟ اصلا قرارداد میبندیم اگر نپسندیدید یه شه به من ندید، اگر پسندیدید 25,000 تومان بدید. جان حرفه درست میزنم، یه قرارداد اونجا نوشتیم و امضا کردیم و سن نارم به من ندیدن. من هر وقت حاضرشون بازن میزن بیا. رفتم پیش امان، رفتم پیش آقای ارسانلو، گفتم خب قرارداد گرفتم، یک شی هم پول نگرفتم، باید قرض کنم یا از این ور اونور جور کنم و این فیلمو بسازم. صبر کردم این خانم با همون سگش رد شه. بله. خلاصه رفتیم استودیو آقای بشیر نژاد در پل چوبی و مردم رو جمع کردیم و فیلم ساختیم و تموم شد و آوردیمش و رفتیم تو لابراتوار و تو با ادیتور نشستیم و فیلم بردارمون اومد. خلاصه میکنم فیلم ساختیم، فیلم ساختیم و تو لابراتوار مثل آقای بدی بود یا میساقیه بود یا بدی، یکی از این دوتا یادم نیست، اینا رو صدا کردیم، دیدیم 10 نفر اومدن از این صاحب بلا، کفش بلا بود، اومدن نشستند و منم دلم داره تاپ توپ میکنه که خدا این همه خرج کردم نگن نه. البته من یه مقداری خب نمایشنامه نویسی کرده بودم، نویسنده نمایشنامه نویس بودم، کتابای مختلف راجع به دوربین و لنز و این چیزا هم خونده بودم، چون بابو نبودم. اما خب یه فیلمبردار خوبم آقای عثمانی در اختیارم گذاشت و جوان خوبی بود، اسمش یادم رفته، رفتیم این فیلمو گرفتیم درست کردیم و حالا نمیخوایم نمایش بدیم. نمایش دادیم، سکوت مرز، منم هم همینطوری دارم خدا خدا میکنم، ای خدا ای خدا. خلاصه اومدم فیلمو دیدن، یه دفعه دید من گفت که آقای ساگارد یک بار دیگر نشون بدهید. یه همچین گفت آقای ساگارد یک بار دیگر نشون بدهید، من نور امیدی در دلم پیدا شد. آقا دوباره دوم نشون دادیم، حالا 3 ردیف هم از آقایون طرف ایشون اومدن، قلم کاغذ هم دستشون، هیئت جوریشونه، نمیدونم قسمت تطبیقاتشونه، من میترسیدم ایراد کشکی بگیرن چون زوایا درست بود، زوایای فیلم بازاری درست بود، صحنه ها درست بود، ارتعاش نداشت، لیپسینگش درست بود، این کلمات که قبلا ضبط کرد با صورت میخوند توی با موویل اینا رو همه با کمک ادیتور درست کرده بودم، مو نمیزد سر همون 1 دقیقه هم تمام میشد. آقا ما 3 دفعه نگاه کردن اینا، نشون دادیم اینا نگاه کردن، بعد بلند شد دست من تکون داد، به پای سری بهش گفت چک آقا رو بنویس و بعد به من گفت که 20 کپی هم برای ما تهیه بکنید، چون این بیشتر میخواستن در سینماهای ایران این تبلیغ رو نشون بدن. به هر حال ما این کاری کردیم و درآمد خوبی درآوردیم و تو دهنم مزه کرد و واه خدایا من 10 برابر حقوق خودم، اون نزدیک 2,000-2,500 تومان حقوق افسریمون بود سرگردی. آقا اما همین 1 دقیقه 1.5 ماه وقت گرفت. حالا نمیخوام باید جزئیات بشم، به هر حال این خاطره رو از امان دارم که منو چقدر تشویق کرد. اما تو منو تشویق کردی و من اینو ساختم، گفتی بازم بساز، حتی یه دفعه گفتی برو با سازمان کاسپیان با اونا هم کار بکن که من اونو بعدا شاید بگم، اونم یه چیز تحریب اونا دادم، اونا هم قبول کردن، جداگانه است. بله این خاطرات مربوط به فکر میکنم سال 1350 باشن، 40 سال پیش. الان که دارم نگاه میکنم
یاد اون دفترت، یاد اون قیافت، اون لبخندت، اون سیبیلی که همیشه داشتی، همیشه این سیبیلی تا آخر عمرت داشتی. میافتم و میگم که میرسم برو حفظ رو میگی وقتی میگن با آدم دنیا فقط دو روزه، برشم گفتی حالا دیگه میدونم دنیا فقط یه روزه، اون هم روز به روزه. یادت بخیر. عجب روزگاری. آدم میاد این همه تلاش میکنه و بخار میشه میره. آه آه